سلام، روزتون بخیر. امیدوارم هر جا هستید حالتون خوب باشه. حدود 2 ساعت پیش وبسایت دکسترتو که یه وبسایت خیلی معروف تو زمینه اینترتینمنت، یه مصاحبه با جاش گرینفیلد و نورا والتا انجام داده که هر دوتا از تیم مدیریتی وارکرافت کلاسیک یا همون سیزن آف دیسکاوری هن، و توی این مصاحبه نکات خیلی خاصی وجود داره، هر چند که ما خیلی به کلاسیک توی این چنلمون نمیپردازیم و فوکسمون روی ریتیل و وارکرافت مدرنه، توی این مصاحبه نکاتی وجود داشت که بد نیست راجبش بپردازیم. و پیش از این گفته بودیم دیگه، کلاسیک زمین تمرین و تست بلیزارده و خیلی از اتفاقاتی که اونجا میافته میتونه در آینده سر ما هم بیاد. بریم اون مصاحبه رو با هم یه نگاهی کوتاهی بهش بندازیم و نکاتش رو با هم بررسی کنیم. خب توی این قسمت ویدیومون میخواییم دیسکورد و استامینا فلان عنوان اسپانسر ویدیومون بهتون معرفی کنیم که خدمات خیلی زیادی تو حوزه ورلد آف وارکرافت ارائه میدن و قیمتهاشون کاملا به روز، به ساعت و به دقیقه است و هر زمانی شما پیغام بدید میتونید با قیمت لحظه‌ای آیتم هایی که نیاز دارید رو خریداری کنید. حتما به دیسکوردشون سر بزنید. خب بریم سراغ مصاحبه، و چون مصاحبه طولانی بوده به نسبت خودش، ما صرفا قرار به نکات خیلی کلیدیش بپردازیم که واقعا به ما مربوط هم میشه به عنوان پلیرایی که داریم ریتیل بازی میکنیم. و ابتدای مصاحبه هر دوتا مصاحبه شونده، یعنی نورا والتا و جاش گرینفیلد، راجع به اینکه چقدر فیز دو استرانگل ترون و پی وی پی جای درستی قرار گرفته صحبت کردن. و نکته بعدی و بسیار مهمه که توی این مصاحبه مطرح شده، راجع به دریافت فیدبک از سمت تیم طراحی بازیه که گفتن فیدبک های پلیرها برای ما خیلی مهمه. و این قضیه دریافت فیدبک ها چند سالی بیشتر نیست که توی بلیزارد خیلی رواج پیدا کرده، بعد از اینکه توی بی اف ای شکست های بسیار زیادی خوردن، بعد از اینکه توی شادونا شکست های واقعا بزرگی خوردن، بلیزارد به این سمت رفت که اوکی ما باید از فیدبک های پلیرامون هم استفاده کنیم. پیش از این صرفا راجبش صحبت میکردن، میگفتن خب شما فیدبک هاتون رو بدید، ولی گاهن هیچ اتفاقی بر اساس اون فیدبک ها صورت نمیگرفت. و بعد از شکست های پیاپی که توی شادو لنز و اینا خوردن، کم کم بلیزارد فهمید اوکی ما باید به صدای این بازی کننده ها گوش بدیم. و جاش گرینفیلد راجب این قضیه یه توضیحی داده، گفته ما میخواییم به قدری به این فیدبکاتون گوش بدیم که انگار همزمان هر دو طرف داریم بازی رو میزدیم، داریم کوپروداکتش میکنیم، داریم همزمان روش کار میکنیم. و این خیلی برامون مهمه و تاکید چندین باره بلیزارد بر این قضیه نشون میده که کم کم دارن یاد میگیرن، از اشتباهاتشون دارن درس میگیرن. و یه کلیپ خیلی معروفی هم هست تو همین زمینه که سال 2013 تو بلیزکان، اون زمان از جی آلن برک که دیولوپر بازی بوده تو اون زمان و بعداً به ریاست بلیزارد هم فکر می‌کنم سال 2019-2020 میرسه، میپرسن که آیا شما میخواهید ورژن های قدیمی بازی رو دوباره معرفی کنید و دوباره عرضشون کنید، که جی آلن برک اون زمان میگه که شما فکر میکنید که این ورژن ها رو دوست خواهید داشت، ولی اینطوری نخواهد بود زمانی که ریلیز بشن. و از اون سبک جواب دادن و اینها میرسیم حالا به این سبکی که هی ازمون درخواست میکنن فیدبک بدید، فیدبک بدید، فیدبک بگید، نظرتون رو بگید، تیرستی که دوست دارین رو بهمون بگید. و این سبک خیلی سبک مثبت و خوبیه که بلیزارد اینقدر با پلیرهاش در ارتباط باشه. اما سوال بعدی که ازشون شد، شاید بشه گفت مهمترین سوال و نکته این مصاحبه بود، و سوال در مورد بن شدن جیدیکاپیا برای فصل دوم، سیزن دوم سیزن آف دیسکاوری بود، که در جوابش گفتن توی ارزیابی های اولیه با توجه به اطلاعاتی که تا حالا توی این مدت محدود به دست آوردیم، این کار به شدت کار خوب و موفقی بود و از تأثیرات مثبتش هم راحت تر شدن مبارزه با پولشویی توی بازی اشاره کردن، که راحت تر میشه گولد هایی که از طریق بات و اینا به دست میاد رو ترک کرد و راحت تر میشه و اکانت هایی که دارن خطا میکنن رو بن کرد و خیلی کنترلش رو براشون راحت تر کرده. با ادورتایزینگ عجیب غریبی که تو کلاسیک به وجود اومده تونسته به شدت و به خوبی مقابله کنه، و شاید بن کردن جیدیکاپی بهترین امری بوده که اونها تونستن توی سیزن 2 انجام بدن. و دلیل این که من خیلی روی این نکته
برام مهم شد این مصاحبه رو رفتم خوندم، شاید همین قضیه بود و احساس میکنم حالا که بریزارد داره روی کلاسیک این نکات رو تمرین و تست میکنه، شاید در آینده به سراغ ریتیل هم بیاد و بخواد اینجا هم همچین تغییراتی رو انجام بده، بخواد یه بار دیگه با ادورتایزینگ کامیونیتی های بوست مقابله کنه و میتونه پیامدهای خیلی عجیب غریبی این قضیه روی بازی داشته باشه. حالا اینکه چقدر این کار خوبه به صورت کلی یا چقدر بده واقعا نمیتونیم تو این ویدیو فعلا راجبش صحبت بکنیم و شاید نیاز باشه توی ویدیوی جداگانه راجبش صحبت بکنیم، ولی بارها و بارها من این رو دیدم و متوجه شدم که بلیزارد واقعا توی کلاسیک داره خیلی چیزها رو امتحان میکنه و بعدا اونها رو به ریتیل میاره و احساس میکنم این هم یکی از همون چیزها میتونه باشه. نکته بعدی که توی مصاحبه بهش اشاره کردن اینه که احتمال وجود داره در سیستم سایز ریت ها تغییراتی توی آینده کلاسیک برای سیزن های 3 4 و آیندهش اتفاق بیفته و خیلی از ریت هایی که صرفا 40 من بودن شاید در آینده تغییراتی توی سیستم هاشون داشته باشه. حالا اینکه اینها رو به صورت کامل بخوان فلکس کنن مثل اون دوره که تو پانداریا ما ریت فلکس داشتیم یا همین الانی که توی ریتیل ریت های هیرویک و نرمالمون کاملا فلکسن، هیچ اشاره به این نکردن، ولی این احتمال رو دادن که تغییرات خیلی زیاد و اساسی توی سیستم ریت بتونیم داشته باشیم. و به عنوان سوال آخر ازشون پرسیده شده که آیا سیزن آف دیسکاوری پایانی خواهد داشت یا خیر، و در جوابش گفتن که هر داستانی پایانی داره ولی ما سیزن آف دیسکاوری رو جوری طراحی کردیم که بتونیم تا یه حد بسیار زیادی ادامهش بدیم و اتفاقات خیلی خاصی میتونه توی سیزن آف دیسکاوری بیفته که شما کانتنت های بسیار جدیدی رو ببینید که پیش از این حتی وجود نداشتن توی کلاسیک و میتونیم خیلی از چیزها رو براتون تغییر بدیم، لول هاشو اسکیل کنیم که شما بتونید اونها رو تجربه کنید. مثلا دارم من از پیش خودم میگم که مثلا بلک تمپل رو بتونید با لول 60 تجربه کنید و خیلی از اتفاقاتی که شاید توی کلاسیک قدیم نیفتاده رو شما بتونید اینجا رقم بزنید. و راجب برنامه هاشون سعی کردم خیلی از برنامه هاشون رو لو ندن که به موقعش بتونن اونها رو معرفی کنن یا اونها رو ریویل کنن به صورت کلی، ولی گفتن پایان داستانمون پایان موفقی خواهد بود. ما نمیخوایم که شما وقت زیادی که رو کاراکترهاتون گذاشتید، لول آپش کردید، کلی آیتم جمع کردید، کلی رون جمع کردید، یهو بریم مثلا پچه بعد اونها تموم بشه، نابود بشه، ولی همیشه یک آینده ای، یک پایانی قطعا برای داستانمون هست و میخوایم یه آینده ای شبیه به کلاسیک ارا برای سیزن آف دیسکاوری داشته باشیم و شما رو به یک جای موفقی، به یک جای پایان آرامش بخش و خوبی برسونیم که شما و ما هر دو طرف ازش راضی باشیم. و با توجه به این نکاتی که تو این مصاحبه گفته شد، شاید همون جوری که پیش از این راجبش صحبت کردیم توی ویدیو دیگه، احتمال این وجود داشته باشه که خیلی از این سیستم هایی که توی سیزن آف دیسکاوری به همون معرفی شده یا حداقل برامون تست شده ما در آینده توی ریتیل داشته باشیمشون و شاید هم خبر خوبی باشه هم خبر بدی باشه اگر قرار باشه اون قضیه بن و جی دی کاپی و خیلی چیزای دیگه هم اینور هم اتفاق بیفته، شاید خبر خوبی برای خیلی ها نباشه که صرفا برای پول در آوردن به سراغ بازی اومدن. و به صورت کلی فکر میکنم توضیحات مربوط به این مصاحبه رو کامل انجام دادیم. ممنون که وقت گذاشتید ویدیومون رو دیدید. فعلا خدا نگهدارتون.